گرمی دادن دستگاه قضا به خانواده های داغدار آتنا و بنیتا. سفارش کامل شده و توصیه شده که پرونده با سرعت البته توأم با دقت بررسی بشه و هرچه سریعتر این جانیان به مجازاتی که بر اساس قانون مقرر شده برسن. جاهایی که بالاخره تفاضل دیه باید پرداخت بشه در ماده 428 قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، مثل همین مورد بعضی از موارد مشابه آتنا مثلا فرض کنید، مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود. دادستان عمومی و انقلاب اردبیل هم امروز با تکذیب شایعه خودکشی قاتل آتنا اسلانی گفت این متهم به زودی در دادگاه اردبیل محاکمه میشه. سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروزش درباره برخی حرف و حدیث ها درباره متهمان پرونده بنیتا هم اینطور توضیح داد. گفته شده بود که این یکی از این متهمین 130 سابقه سرقت داره و با یک کفالت از زندان آزاد شده و با زمانی که آزاد بوده از کفالت اومده این جرم مرتکب شده. اولا با فیش حقوقی آزاد نشده، ثانیاً 130 فقره نبوده که در جاهای مطرح شده، محکومیت پیدا کرده به 55 ماه حبس در رابطه با 12 سرقتی که تو یک پرونده به اصطلاح ثابت شده براش، حکم صادر شده، 14 ماه در بازداشت بوده، بعدم با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده. نفر دوم این پرونده چگونه بوده؟ او را دستگیر کردند با 4 گرم شیشه. تا زمانی که محکوم شده و حکم محکومیت او پایان یافته هیچ وقت از زندان آزاد نشد. اجعی پاسخ به اظهارات اخیر بقایی درباره دستگاه قضا و سخنگوش را هم به دادستان تهران در چهارچوب قانون حواله. مسائل صحیح نیست، اون مقداری از مسائلی هم که قانون اجازه بده حتماً از جمله دست خط ایشون را در مورد اون انتقالشون از سوئیت و مسائلی که در اون سوئیت و امکاناتی که بوده اگر دادستان محترم تهران هر مقداری که لازم بدونند توضیح خواهم داد و انشاءالله که بالاخره پرونده رسیدگی خواهد شد مشخص میشه مسائل مالی که مطرح هستش. هر کسی که چه از این طایفه چه از غیر این طایفه اقدامات خلاف قانونی داشته باشن شما مطمئن باشید انجام میشه.